سلام دوست عزیز. اگر به یاد شما عزیزا باشه، ما 3 هفته گذشته روی یک از عوامل دیگه که در ازدواج بسیار مؤثر است بس و گفتگو داشتیم. اگر عزیزا به یاد داشته باشه، ما در مورد عشق، وابستگی و دوستی بحث داشتیم. ما باوریم است که ما باید در امر ازدواج این 3 نکته 4 نکته را بفهمیم و بعد از رویش بریم و به ازدواج اقدام بکنیم. اولی که عشق چیست، دومی که علاقه چیست، سومی که دوستی چیست و چهارمی که وابستگی چیست. ما روی عشق، دوستی و وابستگی در هفته‌های گذشته بحث داشتیم، اما امروز میایم روی علاقه بحث میکنیم. دوست علاقه چیست؟ آیا علاقه عشق است یا نه؟ ما باوریم است که علاقه حسی است که وقتی و موقتی می باشه، یعنی یک چند لحظه، یک چند ساعتی، یک چند روزی، یک چند هفته و نهایتش یک چند ماه به فرد رخ میده و به یک مدت زمان کوتاه این حس پیدا میشه و به یک مدت زمان کوتاه از بین میره. مثل یک آهنگ شما دوست دارین، مثل یک سریال که شما دوست دارین، مثل یک فیلمی که شما دوست دارین، مثل یک بچه فیلمی که شما دوست دارین، مثل یک دختر فیلمی که شما دوست دارین. زمانی که یک فیلم نو میاد، یک آهنگ نو میاد، یک سریال و برنامه نو میاد، شما برنامه کنه را از ذهنتان میریزین پایین و زمانی که چیزای نو میاد شما علاقمند چیزای نو میشین. یا مثلا همونطور مثلا موبایل است، سیتی موبایل که شما خوش کردین فردا یک موبایل دیگه رو خوش میکنین، موتور که شما خوش کردین فردا یک موتور دیگه رو خوش میکنین. به هر حال چند نکته رو میخوایم یادآور شم تا دوستا بیشتر بفهمه. اولی که زیاد میخواین در علاقه که بین انسان هاست، شما زیاد میخواین در کنارش باشین، در پلویش باشین و خوش دارین این وضعیت را. این حالت آرامش میده برای شما، خوشی میده برای شما. اگر آدم شده ناراحت نمیشین، مثلا طرف شما رو بگه برو من وقت ندارم، شما ناراحت نمیشین چون شما علاقمندش هستین. میگن که از رونالدو پرسان کرده بود که بهترین روز تو چی است در زندگی، که تو حس خوبت چی است؟ میگه ای کاش ما با 5 دقیقه او ذوق را، او شیفتگی و علاقمندی را که یک علاقمند ما به ما داره، کاش یک روز ما او را میداشتم. که ما بعضی از افراد دیدم که مرا چنان دوست داره که میخیزه و عمله میکنه سر ما و مرا میخوای با آغوش بگیره. کاش او علاقه را و او ذوق را و او شوق را و او انرژی را گاهی در ما در خودم میدیدم. یعنی ایره میگن علاقه، که ما به رونالدو علاقه داریم، ما به میسی علاقه داریم، ما به یک سیاستمدار علاقه داریم، به چه گوارا علاقه داریم، به گاندی علاقه داریم، به یک کس دیگه علاقه داریم. ای علاقه است. و زمانی که کس دیگه آمد یا یک کس بر ما غیبت شکد یا کسی کتاب میتابی طرف شد، کم مطالعه ما بالا رفت، کم سن ما بالا رفت و علاقه ما از بین میره و او از ذهن ما میره. و گاهی همکار و در کنارتان باشه، این رو دوست دارین که مثلا همکارش باشین. مثلا دو فایل یا دو بازی، دو تیم جور میشه، مثلا در کوچه یا در سرک یا در خیابان، در جای شما میخواین به اصطلاح فوتبال کنین یا کرکت کنین. دو سمامیه، یکی میگه که در تیم ما کی میه و دیگه میگه کس دیگه میگه که در تیم ما کی میه. یک ایده میره به تیم A، یک ایده میره به تیم B، یک ایده که به تیم A رفته ایره میگه علاقمندی. مثلا همین لحظه شما میخواین یک تلویزیون رو ببینین، شما یک تلویزیون رو دوست دارین، دیگه رو دوست ندارین، دیگه رو دوست دارین، دیگه رو دوست ندارین، یا به یکی از تلویزیون‌ها بیشتر علاقه نشان میدین نظر به بقیه تلویزیون‌ها. همیشه از او دفاع میکنین، دوستش دارین. مثلا شما میبینین که همین لحظه سر میسی و رونالدو چه حال از در بین جوان‌ها دشمن شدن، تقریبا رقابت میکنن. او اونایی که رونالدو رو دوست داره میسی رو توهین و تخریب میکنن، اونایی که میسی رو دوست دارن رونالدو رو یا بارسلونا و رئال مادرید رو به یک شکل اینطور پیش میبرن رقابت‌ها. اینا حسرت زندگیش دارین. شما بگین کاش مثل مثلا رونالدو می بودم، مثلا، یا مثلا کاش مثل ای ورزشکار یا ای هنرمند یا ای ورزشکار یا ای ممثل می بودم یا این بود یا اون بود. اشتباهش می بینین. او یگان غلطی خود انجام میده ولی جدی نیست براتون. میگن خب یک توجیه عطا برش میسازین که خب به خاطر این کار کرده که به خاطر او یک رقم توجیه میسازین برش. و اشتباهش میبینین، داره اشتباهات، ولی شما جدی نمیگیرین و اگر هم اشتباهش میبینین آزاردهنده نیست برای شما، چون شما علاقمند شدیدی او آدم هستین. احترام میکنین و به موقعیتش احترام میکنین زیاد، به موقفش احترام میکنین زیاد. مثلا شما یک کس والی است، یک کس وزیر است، در پارلمان وکیل است، سفیر است، شما دوستش دارین، برایش احترام میکنین، علاقمندش هستین. اما روزی که او از او موقف دور میشه، باز علاقمندی شما هم همو شکل، همو رقم کم میشه و دور میشه. یا مثلا شما یک نطاق را دوست دارین، به یک مدتی که در تلویزیون خبر میگه، بعد از او که یک نطاق دیگه اومد بازو رو دوست دارین، رو دیگه هم که ببینیم بازات خوش میباشین، علاقمندش میباشین، ولی نه به اندازه و علاقه وافره که روزای اول و در آغازین شما داشتین. هر جایی که باشه دوستش میدارین، اتفاقات بد گذشتهش بسیار به راحتی برش میبخشین. اینا و این گونه طرز دیدها در قبال یک فرد، در قبال یک شی، در قبال یک چیز، این میگه علاقمندی. اما دوستا، آیا میشه با یه آدم ازدواج کرد؟ آیا میشه با یک کسی که ما فوتبالش خوش داریم ازدواج کنیم؟ آیا میشه با یک کسی که وکیل است ما ازدواج کنیم؟ با فردا وکیل نیست، با چی میکنیم؟ آیا کسی که امروز ورزشکار است و قهرمان است و ما از روی قهرمانیش کتش ازدواج میکنیم، آیا فردا که قهرمانی خود عزیز میته بازم در کنارش خوشبخت بودیم؟ ما آرزو داریم سری مورد دوستا فکر بکنیم.